سلام برای بار دوم. سلام 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 چطوری؟ نه این سلام الان نبود. چیه؟ اون سلام اصلیه که میکنیم اپیزود شروع میشه کلان دیگه. نه سلام سلام میدیم دیگه. سلام کردیم با. اون قدیم بود که دو مدل سلام میکردیم دیگه نمی کنیم الان دیگه همش از از سر میره روی خداحافظ و هنوز به ترتیب خداحافظ. آره چه خبر؟ سلامتی. تبریک آره. میگم برد تیم ملی کشور رو در مقابل ژاپن. آره یابان یابان؟ عربا میگن دیگه. به چی میگن؟ آه ژاپن میگن. یابان پیام که ندارم بنده خدا چقدر بوچر میشه اون اسم یابان. چی کارو میکنید این مدت ها؟ چه کردید؟ یه ذره غیبت داشتیم از یه هفته. یه هفته چی شد هفته پیش؟ جابجایی ایمان که الان 45 روز تو جابجایی هستن دیگه. جابجایی ایمان یه قانون پایستگی جابجایی وجود داره الان، ولی خب دو تا پشت سر هم زد کرده بودیم داشتیم، ولی دیگه بگیر یه ذره درگیر بودیم تو این دو هفته گذشته. چه خبر؟ درگیر زیاد. سلامتی. بیشتر خبر دست توه دیگه. چه خبر دست منه؟ بالا پایینی فشاری که من که واقعا اصلا میگم این فشاری که این اسباب کشی سگانه روی من گذاشت واقعا هیچی نذاشته بود. اسباب کشی یه دونش سخته اصلا، خیلی عجیب و تموم نمیشد. ببین اون یعنی استودیو شما رو واقعا دیگه اصلا ببین اصلا هر کاریش میکردم باز یه باکس وسط خونه بود. وای. یعنی دیگه آخری ها اینطور بودم که نمیخوام این باکس رو نمیخوام باز کنم، این باکس اگه باز بشه دوباره زندگی میریزه بهم. سه چهار تا باکس رو همینطوری مستقیم مردم گذاشتم تو استوریج و امیدوارم که بهش نیاز نشه. آره فکرم رفتی دامپشون که نه نه حالا غذای دامپ هم دیگه وقتی نمیدونی توش چیه که نیاز نمیشن. راست میگه اینم هست. نه بازش نکردم دیگه، قبلا بستم ولی باید باز کنی ببینی توش چیه هست. خب همین کی میخوای این کنی؟ تو فعلا نیاز یهو نمیشی بگی کنا. من به اون وسیله که تو اون باکسه که نمیدونم تو چی. نه یهو مثلا میخوای دوربینه رو بزنی به برق میبینی که آداپتورش نیست، هر جا میگردی نیست، بعد یه حتما تو اون باکس هست. امیدوار میشی که تو اون باکسه باشه دیگه. گشتن واسه اون نه، اگه توی درجا سفارش میدی آمازون شب برات میاره. بعید نیست، بعید نیست. یعنی الان دیگه من نمیارزه برم اصلا، واقعا نمیارزه. تو ایمان تایمش چیز دیگه، تایمش اونطوریه. ایمان از ایناست که وقت نداره خمشه پولشو از زنگ برمید. این پایه میز چرا اونجوریه؟ بود یعنی این میز یعنی من فکرم تو ته این داستان تو گفتی تکونش ندیم برای این بود که گفتی تکونش ندیم. من یه بار دیگه هم خودم اومدم اینجا، من داشتم تکون میخواستم تکونش بدم، شاید من باعث و بانیش بودم. فهمیدی چی شد؟ بله شما متوجه شدی؟ ایشون یه سری پادکست دیگه هم مثلا اینجا ضبطون کنه. تنها میای میشینم که میز این تنها میای میز تکون میدی؟ دوست داشتم نزدیک به این باشه. بعد قشنگه. یه کشیدم حس کردم اتفاقات بعدی داره میفته. آره همیشه این ور بود. بعد میدونی از موقعی که ما اومدیم شروع کرد اینجا از بین رفتن دیگه. یه صندلی داشت که خیلی زمان نداره. شیشون پشته یعنی کنده شد. آره نه واقعا خیلی این مبلا من مطمئنم دو سه بار دیگه پایاش کنده میشه. اونجوری که ما بلندش کنیم نه بلند نمی کنیم میکشیم. امروز من همیشه تذکر دارم بلند کنی، خواهش میکنم. خیلی بد دسته نمونده که اینجا. آره شاید عدو شود عذرمون هم اینجا بخوان. اینجا شاید نیاز به رنوویت داشته. چیزی داشتم میگفت، چیزی میخواستم بگم. تو گفتی که کاش لاتاری ببریم استودیو خودمون رو داشته باشیم. ببین من به این نتیجه رسیدم که من بزرگترین استودیو هم داشته باشم سلیقه چیدنشو ندارم. یعنی اون اصلا یه چیز دیگه میگه. چرا نداری؟ ندارم دیگه، والا چراشو نمیدونم. ولی نه چرا مثلا ست چیدن و اینا بعضیا یه سلیقه هایی دارن، یه ایده هایی دیزاینر میارن بابا. همون دیگه شغلشون اینه. آره ولی حالا کسایی که من باشون کار کردم معمولا خودشون، چون که هنوز اونقدر درآمد وجود نداره که بخواد دیزاینر ست بیاری و اینا. بچه خودشون میکنن و خیلی وضعی ها چیزن خلاقن تو اینجور مورد. من به این نتیجه رسیدم که آدم خوش سلیقه‌ای نیست. شما با خودت با آدم مقایسه نکن. نه خودم الان خودت داری فقط با دیروز خودت الان داری کارهای جالب میکنی توی اون اتاق. نمیدونم، مطمئن نیستم، ولی دارم تلاش هم میکنم. بله بله بذاری هر کاری دوست داری میتونی بکنی خدا رو شو. نه وای میستی خودتو دست کم نگیر. شما چه خبر؟ هفته شما چطور بوده آقای فرزاد؟ شما یه جمله بگید. منم شلو بوده، یه اسباب کشی کوچیک، نه در حد تو.
یه سری بارینا داشتیم توی انباری، بعد می‌بردیم توی انباری دیگه. ولی خب خود این پروسه پیر میکنه آدمو. آره. من خب ماشینه چیزم نداشتم که مثلا ایمان جای خوب جای کافی داشته باشه. تو ماشین خودم دو تا لود زدم. ببین یه جوری تو بالا و مثلا کنارا عین پازل مهندسی شده و خیلی سخت بود. ببین من که اگر این ماشین رو نداشتم اصلا امکان نداشت، یعنی تقریبا صفر بود چانس اینکه ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم. با هر ماشین دیگه ای بود اصلا نمیشد. یه چیز جالب دیدم جدیدن توی یوتیوب، توی یوتیوب یه تعدادی از افراد هستن که ایوی کار دارن، کامیونیتی ایرانی. من نمیدونم چرا همه کسایی که ایوی کار دارن دارن سعی میکنن توجیه بکنن ایوی کار داشتنشون رو. نه ببینید اینجا ما مثلا بردی. بنزین نزنید. خب برای چی اصلا باید خودتو توجیه بکنی؟ نمیدونم چرا این منتالیتی وجود داره که نه من چون ایوی کار دارم باید بگم که این میارزه، یا باید نشون بدم که چقدر خوبه. آخه یه ذهنیت حالا نسبی هست که یه جامعه خوبی با ایوی کار سوارا و داستان ایوی مشکل دارن. اوه شدید. بعد همه خیلی حس میکنن حتما باید دفاع بکنه، بگن ما به این دلیل مثلا ماشه برقی داریم این خوبی ها رو هم اینو... داره همی کنن خودشون رو اثبات بکنه. نه بگو. اینو اون بهش میگن بکوارد رول، میگن تو وقتی یه چیزی رو هی مجبوری با خودت تکرار کنی، یعنی اون ویژگی رو نداری. خب مثلا چون اینا که هی میگم مثلا برید جلو اینو بگید من خوشگلم، میگه این بدتر روی مغز تو این تاثیر رو میذاره که من خوشگل نیستم، که اگه بودم نیازی نداشتم بیام بگم. حالا این داستانم هی طرف میاد میگه به خاطر اینکه تو ناخودآگاهش احتمالاً اینه که آقا ایوی کار شاید نمیارزه به بنزینی. حالا من هی با خودم توجیه کنم، هی تو هی دلیل بیارم، هی با بیام مثلا بگم که ببین این سفری که ما رفتیم هیچی پول بنزین، مثلا ببین اینجا فقط باید 10 دقیقه چارج کنیم. نمیدونم چرا خودم توی مثلا چند هفته اولی که اینطور بود خیلی مستقیم میگفتم که نه مثلا یک روب چارج کردم بیشتر طول نمیکشه و فلان میسه. ولی الان اصلا دیگه برام مهم نیست، یعنی اصلا من عادت دیگه روتین میشه. یه جزه جالب بگم، اون دفعه ماشینمو داده بودم گوشتم سرویس بهم میشد، یه سافر آپدیت بهم میشد. بعد خود فورد یه نفر میفرسته که بیاد دنبالت مثلا ببره ماشین رو به تحویل بده. اینا یه مرد سفید پوستی اومد، دو نفر بودن، بعد یکی عقب نشسته بود یکی هم راننده بود. من فکر کردم خب اونم مشتریه دیگه. حالا آخر کاشف عمل اومد که نه این دوتا اصلا با هم اومده بودن دنبال من. یارو تو ترینینگ بوده نمیدونم چی بوده. با یه مرد خیلی مسنی مثلا فکر کنم 70 و خورده ای سالو داشت و که داشت مثلا مسافرا رو میبرد و میاد در واقع شاتل، آره شاتل سرویس رو داشت ارائه میداد. بعد همونطوری تو ماشین که بودیم یه دونه چیز بود، یه دونه ماک ای داشت، یه دونه ماشین مثل هاچبک فورده که اونم برقیه. ازش پرسیدم که چجوریه ماشین، برگشت جملهش این بود، گفتش که به درد خانومم میخوری که بره باش خرید بکنه ولی من هیچ وقت نمیخرم. برای از آکی دیست که با تو داری توی این کمپانی کار میکنی حیوان، تو یه نباید همچی حرفی بزنی. نه اون کامیشن با اینطوری که گفتش که تو چی what do you have، گفتم که آره منم یه دنه الکتریک ویکر دارم و اینا ولی ترک دارم. گفتش که او مثلا چطور و اینا، گفتم که آره من باش رفتم بنف. گفت تو با ماشین رفتی بنف؟ گفتم که آره. گفت او مای گاد ایت شود بی این دی نیوز، ان ایرانیان گای کامینگ تو کانادا باینگ ان امریکن کار الکتریک تو ماینس 30 سامثینگ دیگریز. گفتم که آره ایت شود بی. یه ذره من برخورد راست شد، یه ذره به نظر بیشتر بود. آره بعد بهش گفتم که گفتم که آره یور کمپانی شود هایر می. گفتن آره بعد من استخدام میکردیم برای کار پی آر تون اینا. گوشه که آره بعد این کار میکردن. این سی او فورد توی آمریکا یه دنه از این لایتنینگ ها رو برداشت که بره روت 66 وسط را باتری تمام کرد اومدن رسکیوش کرد. گفتم آره شما روت 66 همون ایلیان و اینا بودن ها؟ نه نه اون ایری 51 روت 66 یکی از جاده های خیلی رورال آمریکاییه که تو رفتی فرزاد؟ آره اولین اتوبان آمریکا انگار به صورت خیلی قدیمیه. آره خیلی اتوبان مشهوری بوده قبلا، خیلی راوت مهمی بوده، الان دیگه کمتر، الان خیلی فقط یه سری تاونای کوچیک و اینا توش هستن. ولی میگفتش که آره اومدن. گفتم که نه ببین اگه ذره عقل داشته باشی میتونی اینو پلان بکنی و میتونی انجامش بدی.
بعد دیگه چیو رو شستم گوشمش کنم. دیروزم همونطوری داشتم یه سری وصلی می‌بردم تو استوریج و اینا، یه مردم اومد بهم گفتش که چه انجینی رو این داری رو ماشینه. گفتم که راست شو بخوای برقی. گفت این برقی؟ گفتم که آره. گفت من یه تراکم برقی میشه؟ گفتم والا شد و اینا. گفتش که آره، من شنیدم که یکی یه دوچرخه برقی داشته توی کاندوش ترکیده، دیگه نمیرم بخرم. گفتم والا اوکی، من نمیخوام تو رو راضی کنم که بری بخری. آره جالب بود. یه همیشه چیز جدید مقاومت جلوشه. آره زمان میبره. خانواده ما که از ایران خارج، همه جا فقط عکس و فیلم تسلای رو آتیشو دارن میفرستن. جدی؟ نه من خیلی راضی بودم از اینکه این مدل تراک، یعنی اصلا تراک گرفتم. برای من ایمان خیلی دستم و نیاز بود. اصلا واقعا دیر این کارو کردی و واقعا فکر نمی کنم اگر که ماشین بعدی بخوام بگیرم تراک نگیرم. خیلی حال دیگه تو رو از دست دادیم. آره دیگه، من ایرانم برم نیسان. زامیاد زامیاد آمیاد آوی مزدان بود. مزدان سعی میکردن که مزدا کدوم بود؟ مزدا دو کابین بود و تکابین قوی بود اونا. مزدا دو 2000 وانت پیکانا رو یادتونه؟ بله آره. بعد وانت پراید هم یادتونه یا نه؟ اون اشتباه بود. اون اشتباه بود. وانت شکل دمپاییه تو باید دیده باشی موتور ماشین پراید ولی پشتش وانت بود. بعد جواب لام اصلا پراید مثلا هاچبک بالا نمیره خودش. خوندر 90 هم توندرم بعدم اون خوب بوده، اون ماشین خوبی بوده. ببین پیکاپ توی استرالیا هم خیلی چیزا خیلی طرفدار داره. بهش میگن یوت، یو تی اچ. نه من فقط به پرونانسیشنش خندیدم. آره از یه سری پیکاپ تراک خیلی راگد اونطوری بهش میگن یوت. اون چی یعنی آمریکایی؟ نه خود استرالیا. آره اصلا یه خیلی عجیب و خیلی طرفدار داره بین جوان استرالیایی. کیوت. آره جالبه. باش اونجا آفرود و اینا میرن؟ والا نمیدونم زیاد آفرود میرن باش یا نه، ولی اصلا حالا یه بحثی که میخواستم بگم، من به بچه‌ها گفتم که این هفته اگه اپیزود داشته باشه، من خیلی حرف دارم برای گفتن، حالا شاید یه اپیزود خیلی طولانی بشه. بحث آفرود شد، چیزی هست تو زندگیتون که خیلی مقابلش بوده باشید و بعد یواش یواش مثلا جذبش بشید و ازش لذت ببرید؟ مثلا بذار من برای خودم بگم، من همین آفروده. من فکر میکردم کسایی که میرن آفرود، این تو ذهن عجیب من بوده، کسایی هم که میرن از کوه میخواد یارو به زور با این ماشینه بره بالا و مثلا خیلی کار عجیب غریبی. آره مثلا تو چه میدونم تو زیر سقفش میره تو گل و شل و کار خیلی عجیب غریبی. آدمایی که میرن آدمای خیلی ماجراجوی عجیب غریبن. ولی بعد با یه سری کانسپت آفرودینگ آشنا شدم که تو فقط میری یه سری کمپ سایت هایی که حالا هر کسی بهش دسترسی نداره، یه ذره بعد از توی راههایی بری که شاید جنگلیه، شاید مثلا جاده آسفالت نیست، به اونم میگن آفرودینگ. و الان اصلا فقط دارم یوتیوب ویدیو آفرودینگ نگاه میکنم و تو کل زندگیم مخالفش بودم. یعنی هر کسی بهم گفت آفرود اذیت میکردم، رد میکردی. آره اصلا با یه شخصیت دیگه ای اینا رو جاج میکردم تو ذهنم که شما قراره برید چه کاری ها انجام بدید. ولی خب همونطور که زمان گذشت و مثلا بیشتر باهاش آشنا شدم، فهمیدم که نه، اون فقط یه خیلی گوشه اسپکترومه که کسایی که میرن آفرودینگ مثلا این کارا رو انجام میدن، ولی یه مقدار خیلی زیادی از این آدما فقط دنبال مثلا یه سری طبیعت بکرن توش مثلا کمپ میکنن یا یه مثلا یه شبیو بگذرونن. ولی آخه ویدیوهای اون آفرودای خیلی عجیب غریب بیشتره یا بیشتر دیده شده، چون مثلا از یه صخره عجیب با جیپ داره میره طرف اون. آره ببین اون احساس میکنم اون دیگه آفرودینگ نیست، یعنی یارو اومده یه ورزشه. آره اون یه ورزشه و اومده مثلا واقعا ورزشه، چون که 7 نفر وایسادن دارن به یارو فرمان میدن که فقط چپ نکنی. آره اون ویدیو هم اکستریم قضیه است، میگن آدم آره. معمولی اون مثلا 1% دنیا همون دیگه. من فکر میکردم آفرودینگ یعنی اون اصلا با این که اسوشییتش نمیکردم که تو قراره بری یه جای کمپ بکنی مثلا یه طبیعتی باشه و شاید هم فقط یه ذره ماشینت چرخاش یه ذره مثلا گلی بشه، نه اینکه تا سقفت بره تو شل. چیزی داشتی؟ تو یه لبخند عجیب غریبی زدی موقعی که من این سوال رو پرسیدم. ما نمیشه گفت کردم نه، ولی مثلا آخه لندروور و بنز، مثلا بنز جی و اینا وقتی اینا معرفی میشن، اون تصویر رو به قولی
نقاشی میکنن که ماشینه میره مثلا تا خرتناق توی آب، بعد ماشین بهت نشون ارتلاق تلاق دوباره شد دست دوزن مطمئنی نقلوسیش من چک کردم به همون بگید 99 در شرط بندی له حالا دوباره برمیگردیم. آره که مثلا الان دیگه توی اون صفحه چیز اینفوتیمنت اون بهت نشون میده که لول آب چقدره، چقدر دیگه سیفه بری توی آب، اینا هم تاثیر میذاره. اونا رو آدم میبینه میگه آره مثلا یه لند روور خفن بخرم برم مثلا تا. آخه اونم واقعا یعنی یه احساس میکنم یه اسکیلی میخواد، یه توانایی میخواد، یه درسی باید بری بخونی. آره یه ها نمیشونی تجربه میخواد یعنی آره آفرین، یعنی کسایی که میرن کلی تجربه و کلی چیز دارن. ولی تو زندگیتون شما چیز دیگه ای نداشتین که قابل پخش باشه؟ انجام دادنی نه بجا. نه حالا هر چیزی کلا چیزی که نظرتون نسبت بهش هست، مثلا یکی دیگه‌اش بود ایوی کار. من تو مثلا تو زندگیم فکر نمی‌کردم ایوی کار بگیرم. چششو باز کردید؟ ولی حالا توی یه شرایطی گرفتم و فهمیدم که اون اونقدرم که فکر می‌کردم قابل دیست نیست بدبخت. نه برای من اون داستان صحبتش حالا کردیم، داستان مثلا چنم احساس و این مسائل بود. اینجوری هم نه آقا شما رو فقط از زندگیتون میندازه و مثلا متفاوت شو. آره دیگه نه، شب میخوابی یه خوابی میبینی صبح پا میشی نمیتونی کاراتو، این اصلا چه معنی میده؟ به درد نمیخوره. بعد مثلا ملت میمادن میگفتن آقا ما امروز بیدار شدیم حال نداشتیم. خب تو مود شما یعنی چی اصلا، چه معنی میده؟ بعد نه اون که حال نداشتین که داداش، من تقریبا هر روز صبح که بلند میشم حال ندارم. آره ولی من اینجوری خود نباید توجه کنی دیگه، تو کاری که باید انجام بدی رو باید انجام بدی. آره اون موقع میگفتن اصلا نباید به خودت اجازه بدی مثلا یه روز تو حال نکنی. آره وظیفتو باید بری انجام بدی. باشو حیوان. آره ولی بعد فهمیدم که نه اینجوری نمیشه زندگی کرد. من این ذهنیتو مثلا واسه یوگا داشتم، یادمه حس میکردم یه کاریه که مثلا من نباید انجام بدم. بعد یه بار رفتم و خیلی من نبودم. خب یوگا هم خیلی انواع مختلف داره. آره. این بیشتر متمرکز بود روی نرمش کردن و استرچ کردن. مثلا خیلی دیدم خیلی خوبه. یه دونه دیگه هم امتحان کردم چند وقت پیش، به شما گفتم البته، کلاس های سپین بود. اونم سپینی. فکر میکردم نباید برم، ولی یکی دو بار رفتم دیدم خیلی سخته اولا احساس میکنم. آره منم دارم میرم. تو هم تو هم میری؟ آره. میتونم بپرسم درصد کلاس چه جوریه؟ خیلی کمه. چی کمه؟ 95 درصد خانومه. جلسه آخر من تک آقا بودم. تک آقا بودیم. اون گوشه هم من میگیرم عقب که مسلط باشی به بایکت. میاد این چیزه، میاد مربیه، اینقدر جوک و حرف میاد تو ذهن آدم ولی نمیشه. کارون داره میلرزه. کارون داره میلرزه. کارون دو بار این برگشت این ور اومد باید یه جوری انرژی رو تخلیه کنم. ردیف اول میاد بالا سر مثلا تو چشات نگاه میکنه، باید این ساعت بعد امتحان کنم بری یه بار بریم. من نظرم یه بار بریم چهارتایی. چهارتایی نمیشه. چرا؟ خیلی حال میده. چهارتایی هر جا بریم به گوه میده. شما میخواییم بریم اونجا رو کسافت بکشید. من دارم میرم اینجا. من بخوا فرزاد دارم آبروی ایمان میره. فرهادم نمیشه رفت. شما نیستین، من اونجا رو به کسافت میکشم چون دست پیابلش کن. مربی وایساده جلوی کلاس، بعد هر کاری اون میکنه مثلا دستتو اینجوری کنی. من اصلا خوب نیستم فالو کردن چیزایی که میگه، دستورات مثلا همه دارن دست از اینه که مثلا میرقصی رو ریتم نیستی. آره ببین یه جوری رو ریتم نیستم، خودم خندم میگیره. خب اینی که میگی منم تجربه داشتم دو جلسه اول، اینه که اکثر آدمایی که اونجا هن خیلی حرفه‌ای هستن. آره سالها بلدن. یا رفته خودتو میبینی اصلا نمیتونی پنج دقیقه آره شاید هم این باشه ولی من خیلی حسه. اینه لازم منتالی باسه همینه. من اون تای کلاس تو قسمت تاریکی یارو 100% هند آی کوردینیشنش رفته بالا از مثلا 5 تا کلاس که بری. من آخرین کلاس که رفتم داشتم چپ میکردم دو طرق حسابت رو چپ میکردم. خیلی وقت خیلی میگن سخته. آره سخته. بعد پاتم قفل میشه تو چیز دیگه، توی رکاب. بعد من انقدر داشتم رو ریتم اشتباه، وقتی بیفتی میتونی خودتو به فنا بدی. من داشتم به فنا میدادم. من روی سکویه بالا بودم، هر یعنی اون اتفاقی که داشت میفتاد دوچرخم داشت میافتاد رو بقیه عین دومینو. از این دوچرخاش سرعتش اینجوری تنظیم میشه؟ نه سرعتش اینجوری تنظیم میشه، کانسپتش همونه.
نه آخه یه حالا این چیزی که من میرم یه عالمه از این دو چرخه‌ها رو حدس میزنم برای این کلاس هست. من هیچ وقت ندیدم این کلاس. از چه رو دیدم؟ آخه با هم بریم یه جلسه. الان پس تخمشو بکاریم. بکاریم. یه دونه ولی یه خطرم داره این اسپین، اینه که مثلا من خودم تقریبا داشت این اتفاق برام میافتاد، چون عادت نداری دوچرخ عادی سوار شدی یادت میره که پات قفله. آره. بعد واسه من اینجوری شد که داشتم تون میرفتم اینا، یه لحظه فکر کردم آره مثل دوچرخه میتونی پاتو نگهداری چرخ خودش بره، پام در اومد خیلی بد. ولی خب بعضیا این پای در نمیاد، هاش اگه زانو شکست این عضلات پشت پا پاره میشه در این حد بده. پس خطرناکه، بذار تو خود در بیارم تو خاک. آره ولش کن. آره آبم پشت ندین لطفا. بعدی با فلسطومیت داریم جدید بحث بحث آبرو شد. دارن فیس چند روز پیش خسته و کوفته داشتم میرفتم خونه، ساعت مثلا یک صبح بود، رفتم از در لابی اومدم تو، بعد درو کردم دیدم که بذار از اینجا شروع کنم. این بیلینگی که الان رفتم یه ذره کلاسش بیلینگ قبلی بالاتره، کلن جماعتی که در اونجا زندگی میکنن سنشون یه ذره بیشتره، آدم هایی کمی بازنشستن، جا افتادن. آره جا افتادن و اینا. آقا من در لابی رو کردم رفتم تو، دیدم یه سیبیل ایرانی نشسته شیک یک صبح یک صبح ببین ما کوپ، یه شلوارک خیلی شیک، یه دونه کاله ما رو کوپ دادم، یه سه شوار کشیده، ریش تمیز، داشت توی لابی با تلفن صحبت میکرد. ببین اصلا پشمام رو که ساعت یک صبح میتونی انقدر شیک باشی. جلسه خواستگاری بوده شما. بعد ببین یه دونه در واقع یه خانم آقای ایرانی هن این کاپل، من هر دفعه دیدم همیشه این آقای شیک بوده. یه روز میخوام بشه سنشون مثلا شاید 50 خورده‌ای. آها اوکی. آره ولی خیلی حال کرد. نه همین رو میخوام بگم. بعد من داغون، ببین شبیه واقعا کسایی که از مثلا 20 ساعت کار یدی اومدن خاکی دو، اصلا یه چیز عجیب غریب. اومدم توی یه نگاه به این آقایی کردم، دیدم که خیلی تو شیکی، بعد فهمیدم که از اون بعد با لباس شیک بیام بیرون از خونه. آره اصلا آدما رو تو آسانسور میبینی همه شیکن، نمیدونم چیه داستانشون، همه اینجا به ظاهر خودشون خیلی خوب رسیدگی میکنن. این باعث میشه تو هم بیای بالا. همون دیگه، من از خودم خجالت کشیدم و سعی کردم که لباس بهتری بپوشم از من یک صبح که دارم میرم توی نوی. اینه اون یکی این قسمت های فست اند فیوریس میگفتش که مهم نیستش که چی زیر کاپوت ماشینه، چه موتوری، مهم اینه که کی پشت فرمونه. بعد نه همین لباس زیباس نشان آدمی تو بعد اون لباسه نیست بودم بود آخریش بود رفتیم با هم دیدیم آخریش که همینجور داره میاد دیگه. آره یکی از آخریاشو با هم رفتیم دیدیم که خیلی هم طبیعی بود و همه چیز منطقی. اون که از توی بیلینگ پرواز میکنن تو دوبه بیلینگ، نه این از بالای پل صد ورسک میرن به پایین صد و فرود میان پرواز میکنن و بعد میان جا رو فیلم هندی یا چیزی. بعد من ماشینم یه دونه دست انداز میرم تا یه روب داره اینجوری میکنم. ایمان گفت ظاهر یاده یه چیز افتادم این هفته، یاده یه خاطره افتادم جالبه. این باکس هایی که من باید جا به جا میکردم چند تاش خیلی سنگین بود، بعد روش نوشته بود کتاب های فرزاد، اون کتابی که آوردی از اونجا. بله بله. بعد یه سریش خب کتابای درسی تکسبوک دانشگاه بود که خب دیگه برای چی من اینا رو داشتم کلا. اون کتابی که برای المپیاد فیزیک خونده بود اینم بود که آماده بشه رتبه بیاری. نه اینا همه دیگه دانشگاه بود، یه چیزی از دبیرستان ندارم. خلاصه گفتم این کتابا رو چیز کنم دیگه، اهدا کنم به این کتابخونه یا جای دیگه ای که هست که حالا قیمت چیز تر بفروش. البته خب ادیشناش دیگه قدیمی شده. یک کتاب دیدم که بردم خونه ایمان جان، یاد کلاسش افتادم. بعد این همون کتابی که اون شب بله. به من دادی فال بگیرم. بله بله. بله. بعد این داستان از این قرار بود. این چه کتابیه؟ آره بگو. بذارید فعلا داستانشو بگی بعد بگی که حالا نه فکر نکنم اونقدر جذاب باشه. بگو بگو. پل مهربون بود. Introduction to Human Sexuality اسم کلاس بود. بله. خیلی هم عکس داره. خیلی عکس. عکس دقیق با کیفیت. عکسای دقیق با کیفیت و بعضی هم کتابو جا کشیده شده. مگه میخواش؟ نه نه آورده بودم بدم فرهاد. آوردم استفاده بشه.
آقا من به عنوان عروس دکوراتیو 20 الان دارم تو خونم استفاده. من گفتم چرا میخوای اینو دونیت کنی؟ میتونه تو خودمون بچرخه. من الان روی کافی زیبلم به عنوان یه کتابی که مردم میتونن بیان بشینن و بخونن. خوبیش اینو هایلایت شده. هایلایت شده؟ جدی؟ تو هایلایت کردی؟ نه من خریدم از بنده خدا. من داشتم میخونم یه دیدم بعد جاش هایلایت شده. فرج من دیگه اینو باید بشینم بخونم. چیه داستانش؟ خب داستانی آها گفتی قیافه و اینا. خب من دوران دانشگاه استایل دانشجو اصلا بله. نمی پرداختم به قیافه و اینا، خیلی له و اینا. الان می پردازیم. الان دیگه می پردازم. این شده عالیه عالیه آقا دیست نمی فرضیم. که خیلی طرف تو که تو ذهنت بود تو هر اینو تو نمیخواستی بگی. از کجا می تو نگاهی که کردی از بره گوش مثلا من گفتم نفس کشید. من گفتم این نفس را راحت کشید. اصلا یه کارو نباید بگی دیفالت اون بره نگاه. آره نه ولی دیفالت واکنش دیفالت به این مدل صحبت ها اینه. بله شخصی نگی. من رو میپاشم واسه تون توی گروه امن ولی نباید این اتفاق بیفته. اتفاق گروه امن باید بیفته که بیرون داره که ناامن دیگه رفتیم کسی نخواده این بوش خالی کنه. الان به طرفدارانم میگم بیان. طرفدارانم آره. خلاصه با همون سرواز ما رفتیم جلسه اول این کلاس نشستیم. جلسه های اول هم که یادتون باشه کسی رو نمیشناسه دیگه، هر کی میره یه جایی و برای خودش. ما کسی کلاس نمیرفتیم. آره میشینه و منم همینجور رفتم. اصلا کلاس خالی بود اون موقعی که رفتم، زیاد کسی نبود، وسط یه جایی نشستم. بعد یه کمی گذشت به قول کارون یه دختر زیباروی اومد و نشست کنار من. این همه کلاس خالی نشست از هامبل بودن از خدا ببین. بعد خواست خدا شروع که خودشو معرفی کردن و اولش که من فکر کردم اشتباه نشسته، یکم نگاه کردم مثلا شاید اشتباهه. خیلی صده رو حساب اشتباه نشسته حسابش اینجا نمیشه. نه آخه اصلا همچین داستانی نبود. بعد نشست خودشو معرفی کرد و خیلی مثلا گرم شرکت فلانی بوده میخواسته شرکت بفرست. بعد من اصلا من رفته بودم یه فضای دیگه ای لحظه گفتم داره چی اتفاقی میفته. کلن خیلی خیلی حسابا کرده بودم روی این اتفاق. بعد گذشت آخر ایمان خیلی بعد آخر اون روز آخر اون کلاس فکر کنم کلاس از این کلاس هایی بود که 5 از شروع میشه، 3 ساعتی بود، دیر وقت شده. اصلا همچین کلاسی داری؟ خوش موقع. آره اینترودکشن تو هیومن سکشوالیتی 5 باش بوشه دیگه تو 8 خب بعد این زودش 5 صحبت کرده بودیم اینا. فهمیده بود که مسیری که من میخوام برم با اتوبوس خونه تو راه اونه و اون ماشین داشت و من میرسونمت دیگه. ببین خیلی داشت فرض اینجا آقا فرض شانست زده. آره من دیگه گفتم اصلا مگه داری. خلاصه گذشت یه تایم خوبی مثلا یه هفته شاید دو هفته ای من با ایشون میرفتم. نه دیگه من درگیر بودم ذهنی اینجوری بودم که دیگه تموم شد این اتفاق برای ما افتاد. خدافظ عزیزم. بعد یه روز اومد تو کلاسی داشت صحبت میکردیم حرفای مختلف و آره مثلا خیلی کژوال گفت آره مای بوی فرند. اصلا به تو گفت یا نه اشاره کرد؟ نه داستانی تعریف میکرد اصلا دنیا رو سرت ریخت. گفت خانم خاله این بچه عزیزم نباید با احساسات من. گفتم بوی فرند ببخشید من همه را اومدین تو گفتین کیو میرسونید تو حبیبه الان کی ضرر کرد؟ وای الان کی ضرر کرد؟ وای فرزاد حبیبه. خب آره واقعا حبیبه. گفتم که حالا گفتم خب شاید بتونیم یه جوری این بوی فرند رو هندل کنیم مثلا به هر حال شاید ایدز که ندارن. نه نه گفتم به هر حال بعد بیشتر ذهن باز نشد که نداره که فرا جان. بله بیشتر که رفتیم جلو گفتم حالا کی هست طرف ها اینا. گفت آره یو بی سی میره، حالا رشته شده نیست ولی تو تیم فوتبال آمریکایی یو بی سی. تمام شد. احساس کنم ایشون میخواستن شما رو هندل کنن. عکس پسر رو نشون داد، خوشتیپ، قد بلند، هیکلی.
من جو نه دیگه این پروژه کنسله. همون جوری که این کلاس دراپ کرد. قوی تر خوند. ولی آره این کتابه یاد این خاطر من انداخت. کورون جان شما بگو برای ما چی آوردی؟ شروع کنی اپیزودو. نه یه 40 دقیقه گذشته. 40 دقیقه؟ 31 یا 21. خب بفرمایید. شروع کنیم؟ بفرمایید. خب امروز می‌خوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به نوروپلاستیسیتی. خب اینا فرض می‌دونی ها؟ تو هم می‌دونی. بله. آره گاوه تو من بگو این دوتا که بلدم برا من بگو بگو راحت باش آقا درست جون اینا تو هم که بلدی تو هم که دیگه میدونی دیگه آره این مربوط به مغزه حالا قبل اینکه وارد جزئیاتش بشی یه ذره آمار از مغز بدیم من جدیدن دیدم خیلی جالب بود میگی که مغز انسان حالا من دوتا عدد مختلف دارم یه بازه بین 86 تا 100 میلیارد نورون داره خب بیلیون یعنی آره بیلیون واسه اینکه حالا یه ذره دستمون بیاد اینا چه مدل اعدادیان این حالا چت جی پی تی و اینایی که جدید اومده اینا هم خب بالا مثلا شبیه سازی مغز اونا هم یه تعدادی نورون دارن خب درست. تعداد پارامترشونه اونا مثلا حالا چون هم تعداد از اونایی که خوب کار میکنه از 7 بیلیون یا 7 میلیارد هست تا مثلا تریلیون هم من شنیدم مثلا توی این مدل ها باشه ولی مغز انسان حالا 86 تا 100 میلیارد نورون داره که هر کدوم این نورونا با 10,000 تا نورون دیگه در ارتباطه که این یه حافظه ای به اندازه چقدر 2.5 میلیون گیگابایت به شما میده که روش میتونید 3 میلیون ساعت فیلم ذخیره کنید توی حافظه مغزتون درست و میگه اگه ما 450 سال هم زندگی میکردیم همچنان مغز جا داشت که یادش باشه خاطرات و این داستانا رو بعد دیشب یادم نمیاد چه اتفاقی افتاده تو داری میگی 400 سال آره قابلیتش رو داشت حالا اینکه تو یادت میمونه یا نه اون یه دلیل دیگه داره به توجه برمیگرده ولی از لحاظ در واقع فیزیکی قابلیتش رو داره بعد اگه تمام رگای مغز رو بزنیم کنارم 600 کیلومتر طولش میشه فقط مغز خیلی عجیبه بعد 23 وات هم برق تولید میکنه باش میتونی لامپ روشن کنید مغزتون واقعا آره 23 وات برق تولید میکنه کسی امتحان کرده این کارو؟ نمیدونم ولی حالا اندازه گیری کنی 23 واته که میتونی لامپو بزنی راحت بعد در طول روز شما 70,000 تا فکر به مغزتون میرسه که فکر میکنی چند درصدش منفیه خیلیش باید منفی باشه فکر کنم 30,000 تایش باید منفی باشه نه خیلی درصد فکر کنم بالا 90 درصدش منفیه 90 باور کن 70 درصد 75% منفیه یعنی از هر 4 تا فکری که شما میکنید 3 تاش فکر منفیه خب طول روز 70,000 تا فکر ما میکنیم بعد 2% وزن بدن رو تشکیل میده ولی 20% انرژی بدن رو مصرف میکنه مغز آره خیلی عجیب بعد شما پردازش اطلاعاتی که حالا اون بخش احساسات و حافظه و یادگیری مغزتون انجام میده توی 20 میلی ثانیه اتفاق میفته که این خیلی سریعتر از خودآگاه شماست یعنی این که چون مثلا یه چیزی ببینی یه اطلاعی به مغزت وارد بشه اون ناخودآگاه تو که حالا بخش احساسات و فلان اینا مثلا یه چیزی میبینی یا یه حسی پیدا میکنی اون تو 20 میلی ثانیه اتفاق میفته مثلا قبل اینکه خودآگاه تو بفهمه چی شده اون نتیجه گیریشو کرده بعد آره حالا نوروپلاستیسیتی یا برین پلاستیسیتی هم ظاهرا بهش میگن خود واژه پلاستیسیتی یعنی چی میگه که یه ساختاری اونقدر ضعیف یا حالا منعطف باشه که با یه محرک بیرونی شکلش تغییر کنه و در این حال اونقدر قوی باشه که فروپاشی کامل اتفاق نیفته خب به این ویژگی میگن پلاستیسیتی بعد میگه که این یه قابلیت دستگاه عصبیه که فعالیت‌های خودش رو در پاسخ به محرک‌های درونی یا بیرونی تغییر میده و این تغییر در قالب تغییر در ساختار، نوع کارکرد و اتصالات عصبی انجام میشه واسه اینکه حالا مثال راحت تر بزنیم میگه که مثلا شما چون هم کوه که میرید یه سری مسیرها رو نگاه میکنی خب آدم ها بیشتر رفتن خاکش کوبیده شده مشخص اونجا مسیری که خیلی رفت آمد شده و از اونجا رفتن اومدن راحته بعد از اون طرف یه سری مسیرهای دیگه هستن که این کمتر کوبیده شده چون اصلا آدم نرفته بعد حالا و از اون مسیرها رفتن سخت‌تره ولی اگه به مرور آدما شروع کنن از این مسیری که زیاد رفته نشده هم برن کوبیده میشه اون راهش راحت میشه باز میشه آدمای جدید میتونن برن و بیان
این اتفاق دقیقا ظاهرا توی مغز ما هم میفته. یه سری مسیرهای مغزی، ببین حالا این تعداد نورونی که میگم، گفتیم 86 تا 100 میلیارد نورون، هر نورون هم با 10,000 تا در واقع نورون دیگه در ارتباطه. این ارتباطایی که میگیم، مثلا یه سیگنالی به یه نورون میرسه، اون نورون حالا یه پردازشی روش انجام میده، این سیگنالو میده به نورون بعدی که بهش وصله، و همینجور این اتفاق میفته تا میره مثلا شما یه نتیجه گیری میکنید. به این میگن اون مسیره. بعد حالا توی فکر شما، توی ببخشید توی مغز شما، یه سری مسیرها بیشتر رفته شده، مثل اون مسیر کوهه، این اتصالاتش قوی تره و از اون مسیر رفتن برای مغز شما خیلی راحت تره. مثلا یه مدل خاص فکر کردن، یه مدل خاص احساس کردن سر یه سری اتفاقات، اگه زیاد این رو شما تمرین کرده باشید، زیاد انجامش داده باشید، به صورت خودکار مغز شما میخواد از اون مسیر بره. خب و اصلا دلیل این که من راجع این موضوع میخواستم صحبت کنم همین بود. ما ممکنه عادت کرده باشیم یه مدل مشخصی حالا فکر کنیم، یه مدل مشخصی احساس کنیم، ولی لزوما حالا ممکنه مطلوب زندگی ما نباشه، ولی چون خیلی راحته، چون زیاد انجام شده، برای ما از اون مسیر رفتن خیلی راحته. ولی میگن با تمرین شما میتونی مسیرهای جدید باز کنی و اون مسیر جدید هم برای شما راحت بشه که این به زندگی شما کمک کنه. بعد حالا مثلا مثال بزنیم، چون ما ایرانی ها ترافیک که ببینیم، مسیر خودکاری که تو ذهنم فعال میشه، از این فوش میو ای بابا مثلا فلان، آره دوباره این اتفاق افتاد. ولی مثلا یه خارجی ممکنه ترافیک ببینه اینجوری که او بریم ببینیم مثلا تصادف شده آدمی، مثلا تو ایران هم خیلی، یعنی اینجا هم ترافیک، من دنبال این هم بینم چه اتفاق افتاده، دنبال اون تصادف هم دنبال شما که کلن دنبال حادثه ای، این جدا از اون عادات شماست. آره اینو بعد من قبلا هم گفتم، مثلا سر کار من اولین باری که یه شوک فرهنگی به این وارد شد، ما مثلا میخواستیم بریم یه پروژه رو دمو کنیم، بعد مثلا 4-5 دقیقه مونده به دمو، ما یه چیزی رو فرض کنیم مثلا کدی رو پوش کردیم و حواسمون نبود، زد خراب کرد یه چیزی رو. بعد واکنش خودکار من این بود که ای بابا مثلا تو این شانس، آره پشت کار چیزه، دوباره اینجوری شد و اصلا همه چی مثلا به فنا میره و همیشه اتفاقای بد میفته و اینا. بابا اونجا همکارم رو دیدم که این مثلا قرار بود داره دمو کنه، خارجی بود، خیلی هم آدم خفنی بود، خیلی اوکی بود، اینجوری بود که حالا خب مثلا شد دیگه، با خنده و اینا میگفت، فقط حواستون باشه سری بعد مثلا قبل میتینگ چیز رو پوش نکنید. بعد رفت میتینگ انجام شد، اومد میگفت چجوری خوب بود اون تیکش، مثلا سعی کنم سری رد شم کسی متوجه نشود. این واکنش خودکار مغز من این بود که هر مثلا دهنت داستان شد. آره ولی واکنش خودکار مغز اون یه چیز دیگه بود، بخاطر اینکه مغز اون مسیرهای دیگه رو فعال کرده بود و خب خیلی این قضیه داشت بهش کمک میکرد. و داستان اینه که همین دیگه، این یه مدلی که ما فکر میکنیم، یه مدلی که احساس میکنیم، اون اتصالات نورونیش خیلی قوی میشه، برای همین به صورت خودکار اگه شما حواست نباشه، اون اتصالات نورونی است که داره فعال میشه و اون حسی که ای مثلا فلان توی ذهن شما، یه جوری مثلا کامفورت زون مغزت میشه. دقیقا همینه دیگه. آره راحت. این صدف که میگفتش شرایط آشنا امن به نظر میاد، چون اون مسیر زیاد رفته شده برات آشنا دیگه، میدونی چه جوریه، حتی you're loyal to your suffering. آره به خاطر اینکه عادت کردی مثلا هی زج بکشی، مثلا عادت کردی ای مثلا سر کار اینجوری ای فلان. ولی ببین خیلی ببخشید من تو حرف شما پریدم ها، ولی مطمئنم که این ربطی به در واقع اون محل کارت یا اون محیطی که داره این اتفاق میفتم داره دیگه. یعنی اگر اون محیط این اجازه رو به تو برای اشتباه داده باشه یا به تو گفته باشن که آقا تو اجازه اشتباه کردن داری به عنوان یه انسان، مطمئنن مغز تو هم یه جور دیگه اینو برداشت میکنه، خودشو که دوست نداره تحت فشار بذاره. قطعا همینه، اصلا مغز شما به دنیا میای که چیزی توش نیستش دیگه، این به مرور در واقع ترین شده مغزت. و خب حالا ما همیشه مثاله چون ایرانی خارجی رو میذاریم، نه اینکه خارجی ها خوب باشن، حالا ما ایرانی ها رو میگیم چون خودمون بیشتر بودیم، به خاطر اون شرایطی که حالا توی حالا خانواده، توی مدرسه، از بچگی برای ذهن ما ایجاد شده، ما ذهنمون خیلی در واقع حالت سلف سابوتاژینگ داره، از درون خودمون رو تخریب میکنی و همیشه آماده اتفاقات خیلی بدیم. و این باعث میشه اصلا قابلیت مغز گرفته بشه دیگه، به خاطر اینکه بیشتر توان پردازش مغز ما صرف این میشه که ببینیم اتفاق بد بعدی چیه که از الان جلوشو بگیرم، که از الان جلوشو بگیرم، در صورتی که این اگه حالا جور بهتری ترین شده باشه، اینجوریه که
او من الان یه چالش برام ایجاد شد و این چالشه رو من باید ببینم چه جوری میتونم حلش کنم، نه اینکه ای مثلا فلان که فلان خراب شد. آره درست. و این مفهوم آره نورو پلاستیسیتی رو سال 1948 دارن اولین بار یه نوروساینتیست لهستانی به کار برد که متوجه شد به مرور نورون هایی که به دلیل نزدیکی به یه سری نورون دیگه که دارن فایر میکنن، این نورون ها هم شروع میکنن فعالتر میشن. خب این اولین بار 1948 کردن، چون تا قبل اون همه فکر میکردن که مغز تو کودکی رشد میکنه و از اونجا به بعد دیگه همه چی سرپایینیه، یعنی از یه سنی به بعد دیگه شما مغزتون رشد نمیکنه اینا، ولی بعد فهمیدن که غلط، اصلا این اتفاق نمیفته، مغز همیشه در حال رشده و شما میتونید چیزهای جدید یاد بگیرید، مهارت جدید، احساس جدید، عادت جدید. یه باور اشتباه دیگه هم که هست این بود که میگفتن شما فقط از 1% مغزتون استفاده میکنم، 3%. آره انیشن 25% استفاده کرد اینطوری. آره. شد اینا هاش مغزشو گوشتن تو الکل الان فوبا فعلم کن. آره اینا همه چرت و پرت، اینا فکر از اون یه فیلمی ساخته بودن لیمیتلس. آره داشت یه ذره از مغزش بیشتر استفاده میکنه، میتونست بقیه رو کنترل کنه، بعد دیگه انفجاری. آها نه نمیدونم دیگه اون دیگه اون اسمش رو یادم نیست، اسمش یادم نیست. این فکر کنم از اونجا میومد. همه ما از همه مغزمون استفاده میکنیم. هر بود اسمش، شی بود. هر از گاهی من تا شب بیشتر از مغزم دارم استفاده میکنم، بالای صد تا راتلش با بکنید. آره یعنی بعضی موقع مطمئنم که داره اون تو گرم میشه و سوت میکشه دیگه از صد رد شی. آره خلاصه اینجوریه، ما از همه مغزمون استفاده میکنیم، مغز در حال رشده و اصلا خودش رو میتونه تغییر بده. و حالا مثالش هم زیاده دیگه، شما مثلا یه مهارت جدید که یاد میگیرید مغز شما داره یاد میگیره، یعنی اولش نمیتونید، بعد سریع پیشرفت میکنید، بعد پیشرفته کن میشه، اینا همش دلیل داره. مثلا ایمان حالا تو سن بالا ساز زدن رو شروع کرد، اینو دیده دیگه، احتمالاً اولش مثلا صفر بوده، بعد هنوزم صفره. نه حالا ولی تونستی سریع خیلی زود آدم خیلی پیشرفت میکنه، ولی از یه جایی به بعد دیگه لرنینگ کرو دیگه چیز میشه، تدریجی میشه، اشباع میشی، پیشرفت کردن خیلی سخت میشه. اینا هاش دلیل داره، ولی این همه اینا مثال اینه که شما مغزتون یاد میگیره چیز جدید. من یادم حالا بچگی که بسکتبال بازی میکردیم و همه یه دست تخصصی دارن دیگه، مثلا دست راست دست بودم، بعد یادم این مربی همیشه میگفتش که سعی کنید کاراتونو با دست مخالف انجام بدید که اون یکی دستم تقویت بشه. من یادم مثالی که میزنم، میگم مسواکتونو با دست مخالف بزنید، که مثلا بچگی عادت داشتم مسواک با دست مخالف همیشه میزنم، اولش سخته ولی بعد عادت میکنید دیگه عادته. این واسه اینه که اونور مغزتون هم شروع کنه کار کردن، بعد چه مثلا توپ بسکتو میگیری با دو دست بتونی راحت. اتفاقا حسین چند روز پیشش میگفت همینطوری بحث سر این شد که آره من خیلی زیاد یادم میره و دارم فراموش میگیرم و اینا، گفتش که شروع کن کارهایی که با دست راست میکنی همه رو با دست چپ انجام بده، مثلا درو با دست چپ باز کن، مسواک با دست چپ بزن، تمام کارهایی که عادت داری با دست راست انجام بدی که مجبور شی فکر کنی بهش موقعی که داری این کارو انجام میدی. آره. چون الان دیگه مسواک زدم با دست راست، من میتونم آشپزی هم بکنم با دست راست موقعی که دارم مسواک میزنم دیگه، انقدر بهش عادت کردم. آره این باعث میشه یه بخش دیگه از مغز فعال بشه و مغز رشد کنه. شما احساس میکنم مثلا عادت به مسواک زدن نداری؟ نه من احساس میکنم مثلا کفای هوبرز تو غذا یه کمی مشکل بشه. گرم دیگه، گرم سرت گل میخوره کفا میره، تازه تمیزم میشه غذا. آره فلوراید توش میاد. بعد این جالب، رفتن راننده تاکسی های لندن و اونجا که شهر روش بله بله مغزش نه نگاه کنم لندن راننده تاکسی انتاکسی شدن خیلی سخته، تو باید نقشه کل لندن رو بلد بر باشی؟ آره حفظ باشی. نه بابا آره باحاله، خیلی معروفه این داستان. من دوست دارم برم راننده تاکسی لندن. آره تمام خیابونا رو باید بلد باشی. بعد رفتن نگاه کردن دیدن اون بخشی از مغز که در واقع مربوط به مسیریابی و ایناه توی این راننده ها بزرگتره، اون بخش مغزشون به خاطر اینکه این لغت بزرگتر ما میگیم، یعنی بزرگتر رشد پیدا کرده. آره بیشتر رشد پیدا کرده دیگه که این مهارت رو بتونن داشته باشن. الزامی نبوده که اینا قوی بودن تو این قضیه، آره اومدن تو این. آره 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 هی ترین شدن هی. و مثلا کسایی که خط بریل میتونن بخونن اون بخشی از مغز که مربوط به کنترل دست و ایناه بزرگتر میشه به خاطر اینکه تغییر. اینا همش مثالای اینه که مغز رشدش متوقف نمیشه، مغز مدام در حال رشد کردن و تغییر دادنه، یعنی مهارت جدید یاد میگیری، شکل و در واقع ساختارش عوض میشه. حالا تا اینجا یه ذره مباحث علمیشو گفتیم، جلوترم باز به همین مباحث علمیش اشاره میکنی، ولی اصلا
فایده نداره ما اگه به روانشناسی و آزمایش فکری نرسیم وقتی راجع به مغز صحبت میکنیم. و کلا دلیل اصلی هم که من این قسمت رو رفتم شب شد نمیدونم چرا اینقدر تاریک شد. خب دلیل اصلی هم که این قسمت رفتم همون اپیزودای چیز بود، صدای درون و دشمن‌ترین دشمن تو صدای درون تو میتونه باشه و اینا بود که اون میتونه خیلی آزاردهنده باشه. هیچ چیزی قطع شدی؟ نه تو برو ببخش. یه سوال، اون 70,000 که گفتی اون همون صدای درونم تو اون عدد آره، دیگه آره. اصلا همونه شاید بیشترش. آره دیگه، فکر به شکل صدا میاد ها. آره دیگه یا تصویر، ولی آره توی همون چون نمیتونی 70,000 تا فکر اکتیولی مثلا خودت خبر نداری از اون فکر رو شاید. آره فکر همجور تولید میشه. آره میان و رد میشن اینا. من اینکه سپر باشی اون موقع است که به تمام افکار خودت آگاهی. سپر نزدیک 100% و جامعه هم همیشه خیلی بیشتر از 100% آفریت میکنه. آره گفتیم که دلیل اصلی که من اینو دارم میرم در ادامه صدای درون چرا چی شده؟ یه لحظه تصادف گرفت. آره اصلا شوک شد. اینه که شاید از این مفهوم نوروپلاستیسیتی بشه استفاده کرد که اون صدای درون دردناک رو بهترش کرد و تجربه‌ای که ما از زندگی کردن داریم کسب میکنیم و یه مقدار تغییرش بدیم. که اون قسمت رواقیگری که رفتیم یه فیلسوف نام بردیم به اسم سنکا، یکی از فیلسوفای معروف رواقی گری بود یا استویسیسم، اون میگفتش که ما بیشتر در تخیلات خودمون رنج میبریم تا در واقعیت. خب این تست کردنش خیلی راحته. شما توی ذهنتون یه آدمی که خیلی رو مختونه رو تجسم کنید، شروع کنید باش بحث کردن، قشنگ متوجه میشی، برانگیخته میشی، ضربان قلبت ممکنه بره بالا، اعصابت خرد میشه، به خاطر اینکه اساسا مغز ما متوجه نمیشه که فرق بین واقعیت و خیالش رو متوجه. آره متوجه نمیشه. خیلی جالبه. بعد تست کنید دیگه، تست کنید خودتون متوجه میشید. برای همین همه میکنن. نه میگم الان فعلا روزمو خوب شروع کردم دیگه، الان بذار با یه دشمن خیالی الان نرم تو. آره برای همین فیلسوفه میگه که تو بیشتر ما توی تخیلاتمون رنج میبریم تا توی واقعیت، چون تو تخیل 70,000 تا فکر میاد 75% منفیه، داریم اذیت میکنیم خودمونو. بعد این مسیرهایی که حالا توی مغز گفتم میتونه هم قوی بشه هم ضعیف بشه. قوی شدنشو بهش میگن پوتنشیشن، در واقع اون جریان اطلاعات توی مغز قوی تر میشه. مثلا ایمان شروع میکنه گیتار زدن، اولش اون بخش مغزش ضعیفه اون مسیره، بعد هی تمرین میکنه این قوی تر میشه، هی قوی تر میشه. با دست چپ مثلا مسواک میزنه، اول خیلی سخته، انقدر تمرین میکنه این قوی تر میشه، این میشه پوتنشیشن. بعد یه حالت دیگه هم اتفاق میفته که ضعیف میشه، بهش میگن دپرشن. این دپرشن با اون حالت مریضی دپرشن فرق داره، حالت روانی. این دپرشن یعنی ضعیف‌تر شدن اون جریان اطلاعاتی. مثلا چه میدونم، تو همیشه عادت داری که هر اتفاق میفته مثلا خودتو سرزنش کنی، یواش یواش شروع میکنی اینو تغییر دادن، این به مرور رو سرزنش میکنی. آره آفرین. بقیه رو سرزنش میکنی، بعد این به مرور باعث میشه که مغز شما اون مسیر رو ضعیف‌تر میکنه و یه مسیر قوی، یه مسیر دیگه جایگزینش میتونه بشه. پس دوور داره این اتفاق میفته و تغییرات توی 3 سطح ظاهرا انجام میشن. یعنی سطح کیمیکال یا شیمیایی که میگن این تو مراحل اولیه یادگیری اتفاق میفته، حافظه کوتاه مدت، مثلا یه چیزی رو میخونی همون لحظه یادت، فردا با میشن اصلا هیچ چی یادت نیست، به خاطر اینکه این تو سطح شیمیایی تغییر ایجاد شده، رفته توی حافظه کوتاه مدتتون، ولی برای اینکه بره تو حافظه بلند مدت زمان میبره. که به اون تغییر میگن تغییر استراکچورال، که اون نورون ها اتصالات خودشونو عوض میکنن. این تغییر بلند مدت تر، یه تغییر فانکشنال هم داریم که کل شبکه مغز تغییر میکنه و اینا توی این 3 سطح در واقع مغزتون عوض میشه. آها بعد اینا رو که داشتم دنبال این چیزا میگشتم، یه چیز خیلی جالب دیدم، این بودش که فکر کردن به خودی خود میتونه باعث رشد مغز بشه. میگن یه سری پیانیست خفن هستن که کنسرت که میخوان بدن به جای اینکه برن تو پیانو تمرین کنن، تو ذهنشون تمرین میکنن. و مغز اینا رو گذاشتن زیر دستگاه امارای، حالا فانکشنال امارای ازش گرفتن، دیدن دقیقا همون بخشی از مغز که اگه تو بری پیانو بزنی فعال میشه، این اونجا داره فعال میشه با فکرش. من موتور سواری رو اینطوری یاد گرفتم. من موتور سواری ویدیو یوتیوب میدیدم، تو خونه خودم
چیز میکردم، تمرین میکردم، کلاژ ترمز میکردم. آره و اولین باری که رفتم واقعا مسلط بودم بهش. من هم یه همچین تجربه با ماشین دارم. آره ماشین که یعنی اگه فردا میخواستم برم تمرین، شب قبلش با ذهنم مثلا اون کارا رو انجام میدادم. مثلا من تو دانشگاه شب قبل امتحان خیلی این کارو میکردم، ولی اصلا چی کار میکردی؟ میام تو امتحان میرم میترکونم این مسئله. نه فرق داره با اون بابا. نه من تو ذهنم مسئله حل میکردم. نه نه من واقعا کلاچ میگرفتم ترمز، یعنی موقعی که آره آره فیزیکلی قشنگ همون کار. و مثلا موقعی که اینطوری بگم، موقعی که میشستم صندلی شاگرد و یکی دیگه داشت رانندگی میکرد، من تمام اون پروسه‌ای که باید رانندگی انجام میشد رو ایمیتیت میکردم. یعنی دنده‌ام خودم تو ذهنم عوض میکردم، کلاچم میگرفتم، گازم میدادم. اینی که مثالی که تو زدی، مثلا دستشون هم الکی اینجوری میکرد، نمیدونم دیگه دیتیل ننوشته بود، نوشته بود نه که خیلی حرفه‌ای. نه نه مثلا تو ذهنش مثلا چون حالا نوتا رو مرور میکنه، صدا رو میشنوه، حالا احتمالاً انگشتام یه تکونی میخوره و این عین اینه که بره تمرین. خیلی آره جالبه. این دوباره یه چیز دیگه، یه نشونه دیگه که مغز تو واقعیت و تخیل رو تشخیص نمیده. برای همین تو اگه مغز تو پر کنی از تخیلات منفی، عملا فکر میکنه تو اون واقعیت و تو حالت بد میشه. چی میگی؟ نه میخوام بگم خیلی جا این صادقه کلا که واقعیت رو از چیز تشخیص نمیده. من یه مثال دیگه هم داشتم. بگو. نمیتونم. نه وقتی مینوشت نه نمیشد، ولی اینو بچه ها مثلا تو راهنمایی اینا هم تست میکردن. مطمئنن جواب آره. برگردی به دوران دبیرستانتون. آره یه دوتا ترمینولوژی رو هم توضیح بدی. راهنمایی رد کنی. گری متر و وایت متر. گری اونیه که میگه اون بافت نورونیه که مسئول کنترل حالا عضله، حواس، حافظه، احساس، دیدن و اینا. بعد وایت ماتر میگه اون گری ماترا رو به هم وصل میکنه. حالا شما اگه بخواید یه مهارت، عادت یا احساس جدید ایجاد کنید، دو تا اتفاق باید بیفته. باید تراکم گری ماتر مغزتون بره بالا و اون اتصالات در واقع وایت ماتر قوی تر بشه. ایمان خود گیتار بزنه هم باید آره گیتار زدن منو بی خیال کردی. نه حالا مثلا پیانو بخوای بزنی، هر چیزی. بابا آخه مثال خوبیه دیگه. بله هم شنواییت باید درگیر بشه، هم این دوتا رو میگن هم این درسته، لامسه، بینایی، شنوایی، کلن درگیر میشی. بینایی هم آره. نوتی چیزی بخوای بخونی درگیر میشی دیگه 100%. آره حالا دیگه اینجا به بعدش چیز دیگه صحبت درونی خودمونه. این داستان اینه که اگه همه اینو درست باشه، آها باشه، قبل اینکه اینو بگم، یه سری راهکارم هست که شما مسیرهای جدید تو مغزتون وا کنید. حالا چند تاشو همجا اسم میبرم. بازی کردنه، بخاطر که چالش‌های متفاوت جلو شما، بازی متفاوت، حالا هر بازی میتونه باشه. بری یه مهارت جدید یاد بگیری، مثلا ایمان که داره ساز جدید میزنه، ورزش بکنید، مسافرت برید، اینا همه باعث میشه مغزتون در واقع مسیرهایی که قبلا اصطلاحا کاوش نکرده رو بره بررسی کنه و شاید مسیرهای جدید توی مغز باز بشه. بعد چیزی که میخواستم بگم اینه که اگه همه اینو درست باشه، یعنی آقا مغز شما واقعیت و تخیل رو درست تشخیص نمیده، شما حتی توی ذهنتون مثلا با یکی بحث کنید که خوشتون نمیاد ازش، مغالب آره برانگیخته میشید، نه اون پیانیستا میتونن صرفاً با تجسم کردن پیانو زدن پیانو رو تمرین کنن، اگه همه اینو واقعی باشه، ما نمیتونیم یعنی از این ویژگی استفاده کنیم که احساس بهتری داشته باشیم توی زندگیمون. جوابش احتمالاً بله هست و آدمایی هم بودن که در واقع این کار رو انجام دادن. این که ما بدونیم که آقا سوال یه بار دیگه تکرار میکنید که جوابش برسیم. سوال اینه که اگه مغز ما حالا واقعیت و تخیل رو درست تشخیص نمیده، ما میتونیم از این ویژگی استفاده کنیم برای حس بهتری نسبت به زندگی خودمون داشته باشیم. چون داستان اینه که آقا ما الان فهمیدیم 70,000 تا فکر توی روز به ذهن ما خطور میکنه که 75% منفیه. خب و ما داریم توی دنیای تخیل بیشتر حالا زجر میبریم و زجر میکشیم و درد زجر رو درد میکشیم. زجر میکشن؟ زجر میکشن. زجر برد. آره حالا زجر رو میبرن. رنج میبرن. آره آره. میگم 70,000 تا فکر میاد، 75% منفیه. ما داریم توی تخیلاتمون درد میکشیم. این میتونه یه مقدار به ما کمک کنه که مسائل رو از بیرون ببینیم، یعنی اون فکری که به ذهن ما خطور میکنه
چون به احساسات وصله، یه احساسی رو در شما ایجاد میکنه که شما حس میکنه خیلی واقعیه، ولی این واقعی نیست. یعنی با دونستن این اطلاعات ما میتونیم بفهمیم که این واقعی نیست و شاید بتونه به ما کمک کنه یه مقدار مسائل رو از بیرون ببینیم، و این باعث میشه اون تجربه‌ای که ما کسب میکنیم، اون احساسی که داریم حالا از انجام کارهای متفاوت، تغییر کنه. یعنی خودمون تلاش کنیم تغییرش بدیم. بعد یه حالا تتاکی داشتم میدیدم، خانم استاد دانشگاه یو بی سی بود، تتاکی تو ونکوور بود، میگفت مثلا قرصی نیستش که شما بخورید نوروپلاستیسیتی مغزتون بهتر بشه، بیشتر بشه. همونطور که مثلا قرصی نیستش که به کسی بدی مثلا والدین خوبی بشه، مثلا پدر یا مادر خوبی بشه. یه چیزی که باید تمرین کنی خودت. ولی خب تمام نشونه ها وجود داره که این تمرین کردن شدنیه. یعنی سری بعد مثلا یه اتفاق بعدی میفته، ما لازم نیست به صورت خودکار بگیم مثلا فلان. ما میتونیم یواش یواش در واقع مغز رو تمرین بدیم که فکر کنه اوکی حالا این یه اتفاق ناگواری، یه چالش جدیده، من میتونم روش کار کنم که شرایطو بهتر کنم. یه داستان دیگه هم بود در رابطه با اینکه مغز نمیتونه تشخیص بده که واقعا اتفاق افتاده یا نه. یه داستان معروفیه، یه کارگری بوده داشته کار میکرده، بعد ظاهرا از یه ارتفاعی نه یه میخ چکش حالا یه چیزی میاد یه جوری میاد یه میخ رو زمین بوده، این پاشو میذاره میخ میره تو پاش. بعد این دیگه جیغ و داد و گریه و فلان، اینو میبرن بیمارستان، بعد هی به این مسکن میدن که این میخ رو از تو پاش در بیاره. مسکن تاثیر نمیکنه، هی درد داره درد. آخر دیگه یه دوز بالایی بهش مسکن میدن و این تاثیر میکنه. بعد که میرم میخو در بیارم میبینم میخواستن تو پاش نرفته، از بین انگشتاش رد شده. فکر میکرده مغز، یعنی فکر میکرده که میخ رفته اونجا و یه درد وحشتناکی رو ایجاد میکرده که اصلا وجود خارجی نداشته. خب و حالا همه اینا، یعنی مغز ما واقعیت تخیلی که تشخیص نمیده. حالا قبلا هم ما راجع به مغز در شیشه و اینکه ما ممکنه تو شبیه سازی زندگی یه سری موجودات خیلی پیشرفته تر باشیم و همه اینا هست دیگه. اینا شاید بتونه این ایده رو به ما بده که حالا اونقدر هم خودمون اذیت نکنیم سر این زندگی که داریم، و اگه واقعا ما با صرف تمرین کردن و مدل دیگه ای فکر کردن میتونیم این حس و حال رو تغییر بدیم، چون شواهدش هم هست دیگه، شواهد علمیش هست، چرا این کار انجام ندیم؟ آدم هایی هستن که انجامش دادن و ما هم احتمالا میتونیم. ولی احتمالا نیاز به کمک داره دیگه، مثلا توی یه سری شرایطی باشی که مثلا وقتی که میری مشاور میبینی اون کمکت میکنه که طی اون حالا آموخته‌هایی که داشته و اینا تو بتونی اون جریان فکرتو تغییر بدی. یعنی به خودی خود نمیتونی مثلا تو خونه بشین اگه یکی دپرسه یا مثلا یکی اتفاق بدی واسه افتاده. ببین خیلی وقتا چیزو بگو ببخش جملتو نه دمکن. یعنی میگم این شدنیه، ولی نیاز داره که مثلا من نوعی نیاز دارم یکی دستام بگیره بگه آقا اینطوری فکر کن. ببین خیلی وقتا اون دست گرفتنه واقعا فقط یادآوری کردن است. یعنی بعضی موقع ما انقدر درگیر میشیم به زندگیمون و به یه چیزی عادت میکنیم، همونطوری که صرفم قبلا گفته بود، میگه که شما به زجری که دارید میکشید پایبند هستید، در واقع بهش وفاداری. اصلا یادت میره که زندگی بدون رنج چجوریه، یادت میره که اون داشتن عزت نفس چجوریه، یادت میره که این که بخوای احساس خوبی نسبت به خودت داشته باشی مثلا چجوری بود این موضوعه. و فقط بعضی موقع این در واقع مشاوره به نظر من کاری که میکنه اینه که فقط به تو یادآوری میکنه که ای مثلا ایما دست باکی همچین روش زندگی هم وجود داشته قبلا، یه همچین طرز فکرایی هم قبلا وجود داشته که تو قبلا هم اینا رو داشتی. وقتی که در واقع راهنماییت میکنه، تو رو میرسونه به یه موقعی از زندگیت که این عزت نفس رو تجربه کردی، میرسونه به اون در واقع لحظه‌ای که تو اون در واقع اون آرامش رو تجربه کردی، سرنخ میده بهت دیگه. آره، یعنی فقط اینطوری نیست که حتما باید دستتو بگیره و یه کار عجیب غریبی میخواد باهات انجام بده. بعضی موقع فقط اینه که تو رو برسونه به یه نقطه‌ای که اون حس رو تو دوباره تجربه بکنی و ببینی که اوه هنوز زنده است، هنوز از بین نرفته. آره. مثل اون حسش مثل وقتی که مثلا تو آب داری غرق میشی اینا، یهو سرتو میگیری بالا یه نفس عمیق میکشی میبینی هنوز زنده ای، هنوز اون جریان هست،
یعنی اینی که میگی قبلا تجربهش کردی دیگه، آره. قبلا به اون هوای دسترسی داشتی، آره. ولی اون موقعی که داری غرق میشی اینا، یکی میاد دستتو میگیره میگه آقا، آره، مشاور کمک میکنه. جالب بود که اول اپیزود تو در مورد داستان آفرود و اینکه ذهنیتت یه چیزی دیگه بوده و آروم آروم عوض شد و حالا این اپیزود خیلی به هم مرتبط بود. تموم شد؟ من یاد دو تا نکته افتادم، البته اینا بیشتر سمت مکانیک این قضیه هست که کارون گفت، نه سمت روانشناسی که صحبت شد. از دانشگاه یادم افتاد، یکیش این بود که در مورد نیوروپلاستیسیتی، آدمایی که به هر دلیلی یه عضوشون رو از دست دادن، مثلا تو جنگ بودن یا حالا یه مریضی داشتن، مثلا دستشون رو مجبور بودن قطع بکنن یا حالا از هر جایی، بعد اینکه این اتفاق میفته یا پاشون رو قطع کنن، اینا همچنان مثلا تو ذهنشون احساس اینو داشتن که مثلا دست راستشون رو قطع کردن، دست راستشون درد میکنه ولی اصلا دستی نیست دیگه. که بهش میگفتن کانسپت فانتوم پین، که خب اون به خاطر اینه که اون قسمت مغزشون هنوز اون به قول کار اون راهی که هموار شده هنوز هست. این جالب بود. یه استاد دیگه هم داشتیم ما تو دانشگاه، خیلی فرق داشت بقیه استادامون به خاطر اینکه خیلی تو اینداستری مثلا اون علمی که یاد گرفته بود و می آورد و پتنت می کرد، حالا پتنت ثبت اختراع می کرد و واقعا می آورد مثلا تو بیمارستان ها به صورت یه دیوایس ارائه می داد. یه کاری که کرده بود، یکی از دیوایسش این بود که بیمارایی که به هر دلیلی ها رو میرن کما یا هرچی، توی کرونا می شنیدیم دوران کرونا که می گفتن طرف می ره زیر دستگاه و دیگه چون بیهوشه خودش نفس نمیکشه و اون دستگاهی که اون ونتیلیتری که داره براش کار نفس کشیدن انجام میده، اتفاقی که میفته به خاطر اینکه اون شخص دیگه بیهوشه، اون ماسل عضله دیافرامش، آره، خیلی زود مثلا طی دو روز خیلی اصلا اون سایزی که داره و اون اکتیویتی که داره خیلی میخوابه و به خاطر اینه که اون عصبی که بهش دستون رونده که مثلا هی کانترکت بکنه برای نفس کشیدن، به خاطر اینکه حالا بیهوش بیمار چیز میشه. و دیوایسی که در واقع ایشون اختراع کرده بود این بود که وقتی که بیمار زیر دستگاهه، از طریق لوله‌ای که حالا از تو رگا میکردن و اینا، این نرو رو یا مستقیما به خود اون عضله دیافرام اکتیوش میکردن، یعنی هر موقعی که یادآوری میکرد، آره، هر موقعی که دستگاه مثلا دستم گرفت و تو رگت، آره، میرم میگم به دیافراگمت داره میپیچه. خب آره، باعث میشد که همزمانی که بیمار بیهوشه و داره ونتیلیتر براش نفس میکشه، اون دیافرام هم همچنان چیز باشه، اکتیو باشه که وقتی به هوش اومد عضله. آره، خیلی جالبه داستان مغز و عصب و اینا. و یه جایش هم بعضی موقع حتما تو همین تجربه رو داشتی، یکی که داری در مورد مغز میخونی و مغزده که داره، آره، مغز رو آره. میخونه، اون بعضی موقع هم یه ذره چیز میشی، عجیب میشه اون حسه. آره، من سورئال میشه. مغز بودم و یکی داشت از من استفاده میکرد که خودم مطالعه کنم، من اذیت میکردم، آره، اشتباه میدادم، باگ ایجاد میکردم. اینم از مغز ما، اینم از ایشون. مغز شما ممکن این کارو بکنه، ولی این اصلا به این داستان شبیه سازی، خب ما کاملا ممکنه تو شبیه سازی باشیم. اینا یه اپیزود باید بریم، رفتیم داداشم خواب بودیم، البته فرهادم الان دیگه رو به خواب انا، یه دو سه بار چششون رفت چون شب شد، خواب شد الان، یه دو سه بار چشش رفت. بذار دانا تو بیا، تو بیا، بذار 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 من تو دست بذار که اگه چیز کو اگه هست. این شبیه سازیه به اینجوریه که ما که وجود خارجی نداریم، یه سری سیگنال داره به مغز ما میرسه، بعد توی این دنیای همزمان مثلا به مغز ما چارتا داره یه سیگنالی میاد که ما تو این اتاق نشستیم و این کاملا شدنیه دیگه، خیلی پیچیده. و ما این حس ممکنه داشته باشیم که واقعا ما داریم زندگی میکنیم و داریم مثلا ما تحت دنیا رو پاره میکنیم اینا، ولی مثلا هیچی. من هیچ وقت تو زندگی در هیچ بازدهی ما تحت پاره نکردم، ما تحت دنیا رو نخواستم پاره کنم، نه به اونجا رسیدم که الان دارم پاره میکنم.
شما مایندست موفقیت نداری. اگه برسم پاره نمی‌کنی، اگه برسم دور میزنم برمیگردم. آقا من برای چی باید ماتحت دنیا رو پاره بکنم؟ مایندست موفقیت هیچ چیزی جلو داره شما نیست. ویدیوهاش رو شب دیدیم دیگه. آره ویدیوهای مختلف دیدیم. مثل سیمز دیگه. گریه میکنم. مثل سیمز. مثلا یه روز هوش اینو بالا میبرن، یه روز مثلا بله داستان‌های مختلف. یه جمله شروع کرد که اصلا نمیدونست میخواد چی کارش کنه. یه سکوتی شد. بعد فرهاد معمولا تو این جمله واقعا معذب، معمولا یه جمله میگه. آره. جمله مثل شعر هم سکوت میگه. آه بح بح پس این تو مثل سیمز دیگه. آره تو آسانسور هم میشه. سیمز بازی کردی؟ یا معذبه خب دیگه انقدر میزدم بوس کنند یه بچه من میبردم تو استخر، پایه‌های استخر رو در میبردم. آره دردمون استخر در میبردم. این اپیزود همین از همینجا دیگه افتاد به سرازیری، یعنی همینجا هرچه زودتر این رو قطع بکنیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. یه بذار یه نیمچه آبرویی بر ما بمونه توی این فضای مجازی. یه دونه رمز پول داشت سیمز. بله بعد یه دونه ما چیز جا چسبی داشتیم، چسب نواره هست، سنگین بود. بعد این رمزه رو برای اینکه هی بزنی باید اینتر رو میزدی، یه همچین چیزی بود. ما اینو میذاشیم روی اینتر و میرفتیم صبح که بیدار میشدیم چشممون باز نشده بود، استارت میزدیم و میرفتیم روزمون رو داشتیم، یه پولی نهار برگشتیم. ولی من این کار رو تست کردم نه که پول زیاد بگم آخو نه مرز آزمایش فکر کرده. نه نه این غلطه. کارون تو 8 سالگی داشته آزمایش فکر میکرده. نه گوش بده، ببینم از این پول راضی هم یا نه. نه 8 سالگی نه، سوم راهنمایی به اول دبیرستان اینو هی نه 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 قبل ترش اینو هی پول زیادی در آوردم. بعد با مثلا عشق و علاقه شروع کردم یه خونه خیلی خوشگل ساختن و فلان و اینا. خونه رو که ساختم دیگه اصلا دلم نمیخواست بازی کنم. چون هیچ هدفی توش نه، پوچ شده بود. آره دیگه. بعد سری بعد این حس به شما دست نمیدارم. من نه واقعا نه واسه همین نه. آخه تو اون سناریو فقط لذته تو اینه که خونه رو پرفکت بسازی. آره. ولی دیگه دنبال بازی بعدش نیستی، چون دوستا بیانو یارو هی قور میزنه که اینجوری میکنه. آره. بعد سری بعدش گفتم بذار اصلا پول رمزشو نزنم، برم واقعا سر کار کار کنم. خونه رو ساختم، اصلا پول نداشتم، چمن بودی تا یه بازه خوبی، تیکر چمن بود، گل کاری اینا نمی‌کردی. آره بعد یه ذره رفتم سر کار ولی از اونم خسته شدم. فکر کنم این داستان پوچی و اینا از اون موقع کلید خورد. سیمز بیا، این سیمزی که من گفتم کلید خورد که نه هر کاری کنی سیمز هم سری پوچه. سری الان که گفتم اینو فهمیدم. قطرم رفت بالا، بازی بعدیم خوردیم. بعد چند برد؟ 2-1 پنالتی. الان لایو این نتیجه رو گفتی؟ قطر سفر کردیم. بعد میشه اتفاق افتاد. اوکی، بعد لایو دیگه. بله. برای کسی که میشنون احتمالاً ایران بازی بعدش هم کرده. کیه؟ چهارشنبه است فکر کنم. یه پیش بینی بکنین. یه پیش بینی بکنین که میشنون. با قطر فکر کنم ایران 1-0 میبره قطر رو. بره فینال جالب میشه با کره. به هر حال، به هر سوی آه کلی حرف داریم ما شد، ولی دیگه باید بریم. چند دقیقه شده؟ بزنی در من یک ساعت نه کار داریم برادر. آه اونم را دارم زندگی چون باید بریم من و تو هم بسته شد. باید بریم توفینو سر پیتزا فروشی. اون اون سیبیلرم یکی دیگه هم بود در حدیش صحبت کردیم چند روز پیش. برده بودم میگفتش که مشروب رو توی آمر توی آلمان. فرهاد عاشق یارو شده. چیه؟ اون جدی اون چی کاره است؟ همه کاره دیگه. چیزایی که گفتید پریشب اینا زیادن که این طرف فیکه. فکر کردی من مطمئنم این فیکه. این یارو 100% یه برنامه به من اولین باری که اینو دیدم من مطمئن بودم که یکی از این برنامه‌های مثلا مال مجاهدینه و این آقای مثلا ادا در میاره و گریمش کردن. یعنی اصلا امکان نداره تو بتونی اونطوری رفتار بکنی. انقدر سبک خنده های خیلی فیس گیریم ناشیانه میشه. نه اصلا من با قیافه آقای کاری ندارم. رفتاری که داشت با اون قیافش انجام میداد خیلی عجیب بود. مثلا صداهایی که تولید میکرد. بعد چی گفت؟ بگو تو خوب جدی میفهمی بعدش؟ خواهش میکنم یه جدی میفهمی بگو. جدی میفرمایید؟
پس وای همه رو اینو از کجا میاره؟ آره میگه پیدا نه کجا میگه آجا کجا برای شما رو اصلا واقعا و اون حقیقت بود. اون درست، اون کلیم درست بود که با لوله از میبرن تو ورزشگاه. فکت نامه بود چی بود یه بار معرفی کردی؟ خب اونم تایید داده بود. بعد من رفتم لینکاشو دیدم، دیدم درسته واقعا. از کشی کردن بیا این هم مسخرش کرد، این همه آقا رو مسخره کرد. نه آخه یه چیزی میگفت، منم تیکه تیکه دیدم، میگفت که بعضی از ورزشگاه ها مجبوری که درینک بگیری، یه مشروبی بگیری بخوری، ولی اجباری نیست. اینجوری آره. ولی لوله کشی شده، یعنی بساطش هست. آخه جدی میفرمودن. آخه درسته، من شاید یک ورزشگاه در آلمان کناره کارخونه باشه، ولی تمام ورزشگاه های آلمان که لوله کشی نشدن. قربون شکل ما، نه ورزشگاه من الان میخوام یه دونه لوله شیلنگ بکشم 1000 نفر رو بیارم تو خونه بتونیم بیا با هم شیلنگ بزنیم. خیلی راحته. نه مال اینا بس، مال من داستان داره. میخوای سردگرم با هم چیز کنی؟ نه سردگرم بخوام کنم اون که باید زنگ بزنم. آره پدر از آره پدر از استرالیا بیانیشون. خیلی یده طولایی دارن تو این قضیه، ولی متاسفانه نمیشه دیگه. الان من نمیدونم لوله بیر رو چجوری کشیدن تا اون ورزشگاه. آلمان هن دیگه. عجب عجب. خب دمتون گرم که تا اینجا اپیزود رو با ما بودید. ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته، توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام. این نبود دیگه، رو گفتم که یه بار دیگه بگم براتون. این مسیر مغزت خیلی وقت آره الان گفتی که برو مسیر قدیمی. آره و اگر که میخواین با ما همراه باشید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما نظرهای شخصی 5 6 سال برگشتیم و نظرتون رو بفرستین دیگه. آره بیان تون گروهه. نه یاین، چرا میایین تون گروهه؟ آقا چرا عکس پای منو میذاری؟ من نمیفهمم. یه پیغام دیفالت هم درست کردن، هر کی میاد واسش میفرستن. که چی؟ جالبه. که میگن این چه گروهیه، چه انتظاری داشته باشه، آقا انتظاری نداشته اصلا باشه. یه اکوسیستمی شده اون. آره سلف ساستینینگه. یعنی اصلا سلف ساستینینگ نیست و به نظر من هر لحظه ما اون رو از بین ببریم بردیم. یعنی دوباره خودکست یه رشدی میکنه اون از بین به من احساس اونه که ما رو کشیده پایین. آره از لحاظ فکری ذهنی علی اصغر. بریم بعد این اپیزود دیدنی اونجا. دمتون گرم فعلا. خدافظ خدافظ خدافظ. دم همگی گرم. زن زندگی آزادی.